کات کردن؟ کات کرد دنیا جهان بخت و مهراد جم کات کردن؟ واتساب کینگ چطورید؟ هامی اینجاست داداشتون و خوش اومدید به قسمت 39 چند دقیقه با هامی. یه چیزی دیگه، ما الان 2 ساله داریمش، یعنی پشمام ریخته از گذشته. بری قسمت اول چند دقیقه با هامی رو ببینید، پشماتون میریزه. 2 سال پیشه. خیلی سودون دارم بچه های کینگ فور لایف. اگه نمیدید کینگ چیه حتما سابسکرایب کن، لایک یاد نره، کامنت یاد نره، زنگوله رو بزن، دوستات هم میتونی به کینگ دعوت کنی، چون کینگ بچه ها میدونن خفن ترین گنگ دنیاست. بچه های کینگ یه ماموریت دارم براتون، کامنت بذارید من کامنتاتون رو لایک میکنم. کامنت بذارید لطفاً. ببینیم امروز چه چیزای رندومی تو اینترنت پیدا میشه. چند دقیقه با هم ببینیم تو اینترنت میچرخیم، چند چیز نمیگم میکنیم. بریم ببینیم امروز چی تو اینترنت پیدا میکنیم، ببینیم اخبار خفن بدون میکنیم یا چه چیزی. چرت و پرت تو کلمبم زیاد بارم با 15-20 بار، بالای 20 بار به گفته خودشون دستگیر شدن و ادعا میکنن هر ماشینی رو میتونن به سرقت ببرن. 20 بار یعنی شما 20 بار این بشر رو دستگیر کردید، بعد ول کردید، دوباره دزدی کردید، دوباره دستگیرش کردید. مثلا گیرم 5 بار، 8 بار، 10 بار، بار 18ام چرا ولش کردید؟ الان نکنه بار 20ام هم ولش کردید. من ماشینمو تو کوچه بد پارک کردم، مثلا بیاد بردانه ماشینمو ببرید. ای خدا. هر ماشینی، بله. چطور؟ ماشینی که خوشم بیاد تو خیابون ببینم میارمش. کیلت دار باشه، خیلی دیگه مثلا چیز باشه، جرثقیل زنی میذارم میاد میزنه چک میاد. جرثقیل زنی میذارم چک میره. چه گنده است، چه جرعتش زیاده. خیلی خوبی ها. برکت شما نمیخواه؟ جرثقیل خودم هم دیگه، مداره که چی میخواه؟ جرثقیل خودتا همه هنگ میکنه بیان ماشین رو برمیداره میره. بله. قفل فرمون؟ قفل فرمون مثل آب خوردن. قفل پدال چی؟ خب پدال که اشته سرکاریه، اصلا تأثیری نهاره. دوزگیر دوزگیر مهم نیستی. قفل فرمون آب خوردن از پدال سرکاریه اصلا. جی پی اس، جی پی اس هم معنای نهاره. من یه فندکی میذارم توی ماشینه، کل جی پی اس ماشین کلن قطع میشه تا موقعی که بری یه جا خواهی پیداش کن. مردم چیکار کنن که نتونی ماشینشون رو ببری؟ مردم کار دستشون بر نمیادش. تنها راهی که دارن میتونن کاری کنن که کار ما یه خور سختر شه، پیگیزتر شه. یکی از اون کارها اینه دزگیر تصویری بدازن. دزگیر تصویری تو خونه هم ریموتش سراش در میاد. موقعی که من میام قطع میکنم دزگیر رو، ریموت خونه میفهمی. شما میتونی برسی خودت دمه در. البته برسی هم دمه در من رفتم و من خب حداقل میتونی ببینی ماشینه داره میره. یه دست میام تکون بدیم. این دیگه چه سمیه؟ What the fuck؟ دزگیر آمده به اندازه فرق نمی کنه تا بخوای بیای پای من. رفتم ماشین رو بردم فروخت. پشمام ریخته. آدم هایی که استعدادهایی در بین ما زندگی میکنن اینو ول نکنید، این ازش استفاده ببرید. Here are some things that guys need to know about girls. Number one, if we wear makeup, it's not for you guys, so stop telling us that less makeup looks better, because we don't care, we do it for us, because it makes us feel good. پس چرا موقعی که تو خونه دو اتاق با آرایش نمیرید این بر اون ور نمیخوابید؟ Number two, don't call a girl a hoe, because you don't know what she's been through, you don't know who has hurt her in the past, and maybe she's just looking for love and support. Number three, and this is personally for me, not all girls are like this, but I don't like being called sexy and hot. I want to be called beautiful because it sounds better and it's more nice. Number four, if you guys are arguing and she says, oh, wow, or okay, you probably really hurt her feelings. And number five, don't ever call a girl out for something that she can't change about herself. تمام اینایی که گفتی رو پسر هم جواب میده. چرا اینقدر دختر پسر رو جدا میکنی؟ مثلا پسر مگه به احساساتش بر نمیخوره؟ یه پسر رو اجازه داری مسخره کنی بابت چیزی که نمیتونه عوضش کنه؟ مثلا آره دختر رو نمیتونی مثلا مسخره کنی بابت مثلا چه میدونم دماغ بزرگش، ولی پسر اجازه داری بابت مثلا قدش مسخره کنی. نام اثر عروسی بخش مرزانه.
وای آزه همین دوتا، این دوتا ترکیب اصلا من پشمام ریخته. چرا همه جا هست عروسی بدون شیرینی دانمارکی و خیار؟ اصلا نمیشه، نداریم. یه شیرینی خامه ای، یه رولی، یه ناپلونی، یه ناپلونی قشنگ تر میزنه به کلچه الوارت. اسپرمو کاسپیان او زیر بغل، وای وای وای، پشت قشنگ یه بیزی عرق میبنده، میشه تابستونا. زمستونا هم که یا بارونه یخ میزه. وای وای وای، مراسم های زمستونه من دم در بچه ها میشه بریم تو؟ نه نمیشه، پسرها همیشه باید دم در بمونن. همیشه من بعد میرفتم تو جمع، بعد خب من سیگار نمیکشم ولی همه سیگار میکشن، بعد چون من میخوام تو اون جمع باشم و برم دم در یخ بذارم. وای متنفرم با خلی پلو. وای چرا من اگر باقالی پلو بدم میاد نمیدونم، میاد در جلم میخورم. هیچ وقت دسر جلو رو نخورم. رونالدو هم به جمع الیکس بازا پیوست. ایول خیلی خوشحالم که رونالدو هم پیوست از این ماشین ها خرید. اون بنتلی و رویز رویز و بوگاتی و اینا چیه؟ خودتو جمع کن دلم، بس قصتو کم کن دلم، اینجا هیشکی به هیشکی نیست، ساده ای به خود رم. استاد همشون فعالادن، عشق تو چشام جمع شده، نمیتونم بین آهنگات فرق بذارم. برم گوشمو شستشو بدم. این شما و این افتتاحیه بازی های آسیای پکن 1990. چه سمیه این؟ چیه؟ این چیه؟ بتمن. سلام دوستان گرم، داوود خدا دوست هستم. وای من عاشق این یارو هم، عاشقشم. سلام دوستان گرم، داوود خدا دوست هستم. میوه ها طبیعی عبیت گونه و الان هم دارم صفا میکنم و لذت میبرم در آبهای قلقلانی سرین و این آبها قلقل میکنه و میکانی این نمیکنه، اینجا قلقل میکنی و ما را میسوزاند و بدنها راش مثل شم نرم میکند و ما مثل شم هستیم. سلام. داره به تنهایی رقابت میکنه با استاد جواد. یه مردی باید گوش کنیم چی گفت. طبیعت خداوند، یا آب که میخوری یا دلت میخواد عشدن خودت بخونی و سالار همین تو بخوای. اشهدن لا اله الا الله و اشهدن محمد رسول الله. چی باله یکم بالاتر، مثلا یه بچه داره میشاشه تو. در طبیعت ناب خداوند هستم، یه جوی وکر و سالار هستم، انرژی سطح جهانی میخوام تغذیه کنم از محصولات خارهای زیبای خداوند، همچون برقهای فهن خداوند هست. میبینید که من این فهنام برقهای فهن خداوند رنگ میرم. عاشق برقهای زیبای خداوند هم، عاشق برقهای فهن و لذت بخش خداوند هستم، عاشق طبیعت زیبای خداوند هستم، عاشق کشورم ایران هستم، عاشق تمام فلاورهای گل و گلاب هستم و لذت میبرم و وقتی میوه‌های طبیعی میخورم، وقتی غذاهای ارگانیک خداوند به بدن میزنم، انرژی سطح جهانی میشه وحشتناک. واقعا اینجا دیگه جای زندگی نیست. خدایا الان باور کن همین الان 200 کا فالوور داره، میاد برگ می جنبونه تو آب غلط میزنه به تو. کات کردن دنیا جهان بخت و مهراد جم کات کردن. صدا نمیاد یا میاد؟ رفت دیگه، خلاصه رفت. چی شده؟ وای این سموجوقی آدم نمیره. بیا اینم رفت. خب الان نفر بعدی کیه دنیا جان؟ هرچه فکر میکنم خواننده تو ذهنم نمیاد. ساسی تتلو مراجم الان نکنه میخوای بری دنبال بزرلیتو. سینگل خواننده هست یا نیست؟ بزرلیتو هم فکر کنم سفر داره. نمیدونم، یه مدت با اینا در ارتباط بود و خانوادش هی تو مخش میرفتن بیا ایران فلان، بعد اینم خیلی سنش کم بود نمیدونم، بعد تاثیر قرار گرفت، بعد بهش زنگ زدن گفتن که همین گروهی که مسعود جهانی و چه میدونم هادی حسینی و اینا بهش زنگ زدن که آره بیا ایران، ما دوباره اوکی کردیم و صد همیشه اوکی ایم تو اینجا کار کنیم، پول در بیاریم، چه میدونم زندگی کنیم.
الان مهراد اجازه دادن برگرده ایران پشمام. الان نکنه کنسرت هم میتونه بذاره. خواننده های عزیز خشتکتونه بچسبین آقا، دنیا از رگ گردن بهتون نزده. اینا مگه بچه دار نبودن؟ مگه دنیا حامله نبود؟ اینا آرتا حالا بچه چی میشه؟ بره بچه هم پیج زده دنیا نینی 1,000,000 فالوور داره، هنوز نیومده، یه هنوز توته. خدایا عکس استونوگرافی این آرتای از پستای من بیشتر داره لایک میخوره. خاک بر سرت، بچت هم آنفالو کردی، اون نیومده. تاریخ ثبت میکنه تو اون نامرد بی غیرتی هستی. یعنی الان این دنیا و بچه رو ول کرد. پشمام، دنیا رو با بچه ویل کرد رفت. وای خدا، دنیا چیچی کاری هم نمیتونه بکنه. یه سر هم که لایف بودن، لایفش هم همیشه افکته، این همه عمل دماغ و گونه و لیفت و دیگه نمیتونم ایمپلنت رو بکش و اینجا رو بزن که تش بازم افکت بزنی تو اینستا. دقیقا دلت برای پولی که دادی بسوزه. سلام دوستان عزیزم، بچه‌ها من دمنون رابطه‌ام و مراد پدر بچه‌ام، من و مراد که پدر بچه‌ام هست، خواستم توضیح بدم خدمتتون که دیگه نپرسید ته صحبتایی که مراد جان با خانواده و تایید کننده سابقش جناب هادی حسینی داشتن. هادی حسینی که رید بهش فوشش داد، ولی خب حالا و همینطور بنا به خواسته قلبی خود مهراد جان و علاقه‌اش به بازگشت به ایران، ایشون تصمیم گرفتن که به کشور برگردن و بعد از گذراندن مراحل قانونی در ایران به فعالیتشون ادامه بدن. من با وجود تمام شرایط سختی که پیش رو دارم و همینطور نزدیک شدن به تایم زایمان و خیلی مسائل دیگه، پذیرفتم که ایشون برگردن و به خواسته ایشون و خانوادهشون احترام میذارم. برای ایشون آرزوی خوشبختی و موفقیت میکنم و خواستم اطلاع داده باشم که بنده هیچ رابطه‌ای ندارم و توضیح اضافه معذورم. پشمام، واقعا دلم برای دنیا داره میسوزه. دنیا به نظر من خواننده ها رو ول کن، بیا دقیقا برو تو کار بازیگر رو. میبینی خواننده ها همش میزننت در میرن. اینکه دیگه بچه هم گذاشت برات. الان متاسفانه هر کی الان میره با دنیا بخواد دوست بشه، سر مراد به دهن مراد رو صاف کردن. مراد چش ساسی و تتلو چجوری میخوای نگاه بکنی و اینو. هر کی بخواد بیاد پیش دنیا و یه بچه رو ببینه که مال مرادی که تو ایران کنسرت میذاره. در مورد بچه همتون میدونی من دختر قوی هستم. بله دیدم. من میخوام خودمو بکشم. ساسی منو ول کرده. و تمام سعی خودم میکنم که بهترین آینده رو برای این بچه بسازم. قول میدم که یک سینگل مام خوب باشم و من و بچه‌م کنارم خوشبخت باشیم. بهتر کنیم. بله با پول دوزی بتو اینا اون بچه قشنگ خفن بار میاد. از الان بعد ببینیم که بچه تو 8 سالگی بی ام و آی 8 سوار میشه. اگر لطفاً اگر من رو دوست داری سوال مختلف نپرسید، با فقط انرژی مثبت بفرستید رو دعا کنید، هم برای من هم برای نینی. آرتامی فعلا با لباس عروسکیت میخوابم تا خودت بیای یارم شد بغلم باشی ماما. نیومده قرار فوتبالیست شه. مراد ازدواج بکنین مهریه چند تا سکه است؟ مهریه نداریم ما. دیگه بخوای بزنی مهراد، اینا برام به نفع تو ها، چون الان تو رو دروازی میگی مهریه نمیخوام، اینا بعد ثبت و سند بشه. خب مهریه نمیزنی پس. یه شاخه گل روز. خب مهریه‌مون رو اینجوری بگیری. چجوری بگیری؟ خفت میکنی. تاتو رو میخوای چیکار کنی؟ مراد تاتو چیکار میخوای بکنی؟ بچه تو کامنت ها از آنها حدس بزنید که دوست پسر بعدی دنیا جهانبخت کدوم خواننده است؟ یعنی واقعا در این حدی الان به مراد جهان میخوان از فعالیت تو ایران بدن. پشمام، بله یاس یا خواننده‌ای که تو ایران هم همچنان ممنون کارم. اگر خبری دوباره شد از این دو زوج خوشبخت حتما براتون میذارم و اگه بچهش به دنیا آمد ببینیم که چی میخواد بشه دیگه. دوستون دارم تا قسمت بعدی فیومینس ویت هامی یا همون چند مین با هامی، چند دقیقه با هامی، هر چی میخواید بگید بگید. میبینم بهتون، زنگوله و کامنتیاتون نره، لایکیاتون نره، به کیگن بپیوندید، کیگن خفن ترین گنگ دنیاست، عاشقتونم. آه بعد تا ویدیو بعد میبینمتون. فعلا خدافظ.